Whoa! What? 귀신나요. 우와! قشنگ خود وسط کمرم دایی میخندی؟ بخند تا له و لورده نشی و چند تا از این ضربه های درست نخوری یاد نمیگیری. نه خیر دایی، پس من میرم که از این پارچه ها میمنم دور دستم که اگر خورد یکی از اینا تو دستم اونجوری دردم نگیره. با دوستشینی میگه ورزش رزمی ترکیبی از درد و ریاضته. بکه الکیه به طوری پارچه ببندی بچه جون. نگاه کن، درد یک فرایند ذهنیه، هیچ وجود واقعی نداره. نگاه کن بودو بودو، باید رو تکنیک کار تمرکز کنی. نگاه بکنی ضربه. حالا خب پول دادی شام امشب تو درست کنی ها، زدی خودتو شل و پل کردی، دست به هیچی نمیزنی. امشب دست خودتو میبوسه شریک عزیز. شریک؟ آره دایی جان، قرار شده با مامانت یک شراکت تجاری عادی را بندازیم. قراره برات یه دونه از این لباسا هم بخرم شیک ست بزنیم. صبح بخیر. میری شرکت؟ ترسیدم. مگه قرار نبود میری شرکت با هم بری؟ بهتر به فکر یک کار درست حسابی برای خودت باشی. دبه نکن. بله. سلام آقای کمردی. با پویا مشکل پیش اومده. بله. نانچیکو؟ بله، من تو نیم ساعت دیگه خدمتتون میرسم. کجا؟ از شرکت امروز برام مرخصی بگیر، من استراحت میکنم. شو این آموزش نانچیکای جنابالی یه درد سری دیگه بر من درست کرده. بذار بچه رو پای خودش وایسه. تو چرا انقدر اذیت میکنی؟ بچه شدی ها، نانچیکو داشتن که جرم نیست. چیکار کرده؟ دستگالی که جنابالی یادش دادی. تا قبل از این که تو بیای از سایه خودشم میترسی. خب خوبه که به دردی خوردم. کارو کی شروع کنی؟ کار کدومه؟ کمربند تو ببرم. میخوای خودم برم از تو بالش بردارم بفروشم؟
چی؟ هیچ. ببین یه فکر خوب دیشب به کلم زد. کیش مرکز خیلی خوبیه واسه فروش. من خودم شخصا کلی آدم خرمایه میشتسم اونجا که نمیدونم پولشون چجوری خرج کنم. فکرشو بکن، به یه سال نکشیده بار خودمونو بستیم. مگه من میخوام بار خودمو ببندم؟ عقل من ببندم. نظرت چیه کیشو من بچرخونم تهرون تو؟ تو چه انقدر حرف بی خود میزنی؟ صد بار دیگه هم بگی حرف من همونیه که گفتم. ولی نگفتی کیش چطوره؟ میشه بس کنی؟ کجا؟ بشین برمیگردم. نازه مرسه بنزه کافی وصفت شده به خاطر اون دست فروشی را میفته. سویش رو ماشینه. با چماق که خیلی راحت تر میشه دعوا کرد. این برای ورزش آقای کمردین، نه دعوا. ورزش؟ بله. سلام آقای کمردین، خواهش میکنم بفرمایید چی شده؟ خانم، پسر شما با این وسیله زده پسر آقای خوشنیت رو مصدوم کرده. اسمش چی بود آقای خوشنیت؟ نانچیکو. شما نباید اجازه بدید بچه‌تون یه همچین وسیله خطرناکی رو بیاره مدرسه. واقعا معذرت میخوام آقای کمردی، من اصلا در جریان نبودم، اصلا نمیدونم این وسیله اصلا. من معذرت میخوام. ببخشید خانم محترم، من فکر نمیکنم اصلا داشتن یه همچین وسیله برای یه بچه دبستانی مناسب باشه. بله من بازم عذرخواهی میکنم. باید حواستون بیشتر به بچه‌تون باشه. بله. براش وسیله نخرین که بعداً باعث دردسر دیگران بشه. بله آقای محترم، ولی اگه اجازه بدین من خودم تشخیص بدم برای بچم چی بخرم چی نخرم. کجاست پویا؟ خب شکر خدا این بار اتفاق بدی نیفتاده. بفرمایید بشین. بفرمایید خانم لقمانی، شما هم لطف کنید دیگه این وسیله رو در اختیار بچه‌تون نذارید. امیدوارم. آقای کمردی، من یه خواهشی از حضورتون دارم. اگه از این بعد باز پویا تو مدرسه دردسری درست کرد، شما لطف کنید از مادر اون دانش آموز بخواید که بیان. البته جسارتی حضور محترمشون نمی‌کنم، ولی میگم که بعضی از آقایون در امر تربیت بچه خیلی وارد نیستن. تربیت بچه کار سختی نیست. کافی یکم حواس آدم باشه که برای بچه‌اش چی می‌خره و چی نمی‌خره. من خیلی سپاسگزارم از راهنماییتون آقا. آقای اجازه، سلام. آقای اجازه، ما هم سلام. سلام بابا، بیم تو. پویا جانم، چی کار کردی شما؟ ببینم مامان، ببینم. هیچی نشده، هیچی نیست. خدا رو رحم کرد بابا جون. آقای کمردی، پویا تازه دستشو باز کرده، اگه اجازه بدیم ببرمش دکتر. میگم نگرانشم. ببرید، اشکال نداره. فقط شما هم لطف کنید این وسیله خطرناک رو قایمش کنید.
ترجیحاً دورش بندازید. بودو نگاه کن تو رو خدا، اینجوری مواظب دستتی؟ به خدا اول حامد شروع کرد. چی حامد شروع کرد؟ تو چرا ادامه دادی؟ تا دستتش خوب میشد. نانچیکو رو برای چی آوردی تو مدرسه؟ آورده بودم به بچه ها نشون بدم. نانچیکو مال مدرسه است. از من میپرسیدی عزیز من؟ بودو خانم لقمانی جانم، این سویچ رو دم در یه آقایی داد بدم به شما. تو کار واجب پیش اومده که باید بره. چیز دیگه ای نگفت؟ نه فقط خیلی عجله داشت. بسیار خوب، ممنون. امید خدا. خداحافظ. چی شد؟ چه میدونم؟ رو سوارشو بریم. این نمیخوایی واسه صاحبش پیداشه؟ نه، برای شماره میذارم، دستتو واجب تره. بیا. الان چی به کاره؟ ناکاره. تو برو خودت نمیخوره همون چون پاشو. ما این کاره نیستی تو.
خدا من تقصیر نداشتم، تقصیر پویا بود. ببینم این پویای خسیس یه دقیقه ازش خواستم به این بده نداد. بابا بابا بابا، یعنی ماشینمون درست میشه؟ آره بابا جون. این چیه بابا؟ شماره تلفن کسی که زده به ماشینم. سوارشو بریم. از هر جا که اومدی پاشو برو همونجا، اینجا صاحب داره. اینجا از اونجا که اومدم هواش بهتره، خوش دارم اتراق کنم. خودت مگه ندید دکتر چی گفت؟ هر حرکتی بر دست شما تا دستتون خوب خوب نشده خطرناکه. این نانچیکو پلی من میمونه تا دست شما خوب خوب شه. بله خودم هستم، برادرم هستم. چی شده؟ کدوم کلانتری؟ مامان چی شده؟ بله بله من خودمو میرسونم، من همین الان حرکت میکنم. بله بله بله. مامان چه اتفاقی واسه دایی فرش شده؟ نمیدونم مامان، نمیدونم. تو الان برو بالا، من زود میرم و میام. به هیچ کس همی چی نگی ها تا من برگردم. برو مامان، برو بالا. چرا کلانتری گرفتده؟ خب منم نمیدونم، من اومدم همیشه برای تعریف میکنم. اما برو بالا. خب بذار منم باید. نه برو بالا، برو بالا، دیرم میشه. برو اینجا نمون، بدو. Thank you.
خیالت راحت، هیچی گیرشون نیومد. موقع فرار همه جنسا رو ریختم تو جور. الان هم واسه دعوا درگیری گرفتم، اصلا چیز خاصی نیست. بعد شانسی آوردیم دیگه، یعنی تا تهشم کلی کاسب بودم. ولی خوب شد عوضش فهمیدم پارک واسه مواد فروختن جای خوبی نیستش دیگه. حالا خیالت راحت، جبران میکنم، حل میشه، پولشو برمیگردونم. نیرو که میگی از کجا گیره بردی؟ نمیخواستم فضولی کنم، ولی خب جاساز تو ماشین رو پیدا کردم دیگه، دستم رفت مواد دیگه. میشه خفیش اینقدر اینا رو نگی، دارم از درس میمیرم و توی پیشوش بکار کن آزاد شم، اینجا نمونم شم. برادرتون به خاطر دعوای تو پارک امروز باید بره دادسرا، منتها قبلش باید تست اعتیاد بده با کسایی درگیر شده که تو کار پخش مواد مخدر بودن. اگه جواب تست مثبت باشه فرستاده میشن کمپ برای بازپروری. به نظرم بد نیست اگر برای یه شب هم شده فضای این بازداشتگاه رو تجربه بکنه. ببین تو گفتن امشب باید اینجا بمونی، هرچی هم خواهش کردم گفتن نمیشه، باید وثیقه بذاری. وثیقه هم کجا بریم وسط؟ خب یه وثیقه جور کن واسم دیگه. از کی؟ از افسانه. از افسانه؟ نه برای تو، فکر نکنم دلت بخواد بفهمه تو پارک با مواد گرفتنت. آها باش میمونه، چون بیام خونه ممکنه بفهمه مواد مال کی بوده، دست من بوده، تو پارک چه کاری میمونه. حالا میشه اینجا بمون. جرمه چیه عمو جون؟ قتل پسر بودو بفرمایید. سلام خانم. سلام، من صاحب ماشینی هستم که بهش زدین. آخ آقا، من واقعا از شما معذرت میخوام، کار واجبی پیش اومد نتونستم تا اومدنتون صبر کنم. اشکالی نداره، اگه موافق باشین فردا هر زمان شما بگید میریم بیمه. متاسفانه من فردا درگیر هستم، اگه ایرادی نداره آدرس بدید من خودم میام بیمه نامه شما رو میگیرم. باشه. یادداشت کنین یه لحظه گوشی من کاغذ و قلم بردارم. سلام. سلام خانم، عصرتون بخیر. سلام آقای خوشنیت، من هم برای بیمه نامه اومدم، هم معذرت خواهی و هم آشتی آقا حامد و آقا پویا. بفرمایید خدمت شما. ممنونم از دلم، خواهش میکنم بفرمایید تو. نه ما دیگه مزاحم نمیشیم، اگه آقا پویا یه لحظه بیاد دم در همینجا قضیه رو حل میکنیم. آخه دم در که اصلا درست نیست، شما تشریف بیارین تو، پویا خدمتتون میرسه. شما لطف دارید. بفرمی. ممنونم. خواهش میکنم. بفرمی. ممنونم پسرم.
من بابت برخورد امروزم تو مدرسه شرمنده شما شدم. اختیار داریم. یه عذرخواهی به شما بدهکارم. نه خواهش میکنم. والا پویا هم همچین بی تقصیر نبود. اصلا نباید نانچیکو رو میآورد مدرسه. منم متقابلا از شما عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم. این بیمه نامه هم باشه خدمت شما بابت این خسارتی که من. نه نه احتیاجی نیست. ماشین اونقدر صدمه ندیده. حیفه یکی از کوپونای بیمه نامه شما کسر بشه. نه خواهش میکنم. آخه اینطوری خوب نیست. بدم نیست. پویا جون که دستش درد نمیکنه. پویا نه جناب آقای خوشنیان، من دستم درد نمیکنه. من و مادرم با هم رفتیم دکتر. دکتر گفتش که دست من دست اصلا مشکلی نداره. فقط من نباید زیاد بهش فشار بیارم. آفرین پسرم. پویا خودت بیا داری میوازی. نه واقعا هم دستش خیلی آسیبی ندیده، ولی من نگران حامد جان بودم. حامد خوبه. پدر منزل نیستن؟ والا پدر پارسال توی تصادف فوت کردن، یعنی هنوز یه سال نشده. خدا رحمتشون کنه. ممنونم. خیلی متاسفم، من نمیدونستم. خب ما با اجازهتون زحمت رو کم کنیم خانم لقمانی. اختیار دارین. خیلی لطف کردید واقعا، زحمت کشیدید. بابت این بیمه نامه‌ام که واقعا من شرمنده کردیم. خواهش میکنم. متشکرم. وقتتون بخیر باشه. خداحافظ. چجوری آزاد شدی؟ مثل که همچه خیلی خوشحالم نشدی. یه 300,000 تومان ناقابل جریمه شده. حالا خوب شد موادی که با من بود از 1 گرم کمتر بود، وگرنه قاضی زندان رو میزش رو شاخام. حقش مثل 3-4 شب دیگه هم نگهید میداشتن تا دیگه فکر دزدی به سرت نزنه. دزدی چیه نازی خانم؟ من به خاطر اینکه شما به زحمت نیفته این کار رو کردم. خیلی تهمت نارواییه. چرا من رو نگاه میکنی؟ یه مرد از حبس برگشته کیو داره بیاد سراغش؟ سلام آبجی. سلام. محبت میکنین پول ما رو بدین؟ پول شما؟ کوچیک شما گردابی هم. خب با کی کار داری؟ با کسی کاری ندارم، پول همو میخوام. خب اشتباه اومدی. اشتباه چی آبجی؟ بی زحمت دگین آفرشته تو که با بیاد دمه ده. شما یه دقیقه تعامل بفرمایید، من الان میگم که بیان خدمت شما. خوش پاشو ببینم این کیه با خودت ورش داشتی آوردی دمه در خونه؟ کی؟ امیر گردابی؟ بچه خوبیه، هیکلشو نگاه نکن، این گنجیش میمونه. خب فکر 300,000 تومان از کجا آوردن بدن؟ چی میگی؟ این پول تو رو داده؟ تو بازداشتگاه که افتادیم با امیر اونجا رفیق شدم، بعد امروز رفتیم دادسرا جریمه‌مون کردن. من که پول نداشتم پول جریمه رو بدم، کلی رو مخ این کار کردم. این حاضر شد بنده خدا زحمت کشید پول رو دادش، حالا باید 50 تومن هم بذاریم روش پول رو بهش بدیم. بعد این آدم کله خری ها، بهش ندیم بعد میشه، پول رو بده بهش. یعنی تو میخوای منو مجبور کنی جریمه تو بدم؟ خب یعنی چی؟ تو چه غلطی داری میکنی؟ اینو برای چی برداشتی آوردی پشت در خونه؟ نمیگه همسایه ها یه چیزی میفهمن؟ خیالت راحت، هیچ که همسایه نبود. بعد چیکار کنم؟ چاره ای نداشتم. خب یا تو چرا اینقدر نادونی؟ فکر نمیکنی، فقط گند میزنی. وای خدایا، من از دست این آدمی بیعقل نجات بده. درسته من به خاطر اینقدر مواد میافتادم زندان؟ همین آدم بیعقل خوب بود میگفتش این مواد اصلا مال کی بوده؟ ما خواهر برادریم با هم دیگه، واقعا 300,000 تومان ارزش داره؟
بابا وقیحی؟ خیلی وقیحی. من وقیحه؟ تقصیر تو بدون هماهنگی کار میکنی. تو هم خودسری. خودسر. این چیه؟ باز این کاغذ رو گذاشتن رو ماشین. خدایا از دست اینا. من نمیدونم اینا بیکارن این کارا رو میکنن. ماشین شسته. یا خدا! یه دل درمونده دارم، یه دفتر خونده دارم، قصه داره در میزنه، مهمون ناخونده دارم، دلی که بین این هم